سلام، چطوریم؟ اینجا کانال یوتیوب منه و قراره که اگه خدا بخواد و بشه از این به بعد اینجا براتون فعالیت کنم. اولین ویدیوییه که من این شکلی به این صورت دارم توی یوتیوب میذارم و صحبت میکنم و خیلی هم خوشحالم از اینکه موضوعی که دارم راجبش صحبت میکنم خداه. داستان اینه که من یه آهنگ دلی خوندم که قراره بعد از این ویدیو آپلودش کنم توی یوتیوب، که این آهنگ درباره خداه و این سومین آهنگیه که من درباره خدا خوندم و هر ستاشو توی ماه رمضون پخش کردم و میخوام که داستان این که چرا توی ماه رمضون و چرا برای خدا آهنگ خوندم و براتون تعریف کنم. یعنی قصدم از گرفتن این ویدیو اینه که بک این آهنگ رو بدونید. اولین آهنگی که خوندم درباره خدا مال 7-8 سال 10 سال پیشه که اون موقع اصلا رپر بودم، غیر مجاز میخوندم و اینا. شعرش این بود، میگفت خدا رو شکر کن تو زمستونیا، جیبار شو و رشد کن، به بدیا پشت کن. خدا رو یاد کن، اصلا نمیفهمی تو، یا میبینی که مشکلات و باد برد. ببین چه باز خوردایی داره دایی جا، نماز و باز کن، با وضو پاسپورت و اوکی کن و از همین الان تا صبح با خدات راز و نیاز. ببین چه آسونه، بگو خدا این خلقات نمیدونن که شاکلیده. خدا رو شب کن تو زمزون، نیاجی بار شب و رشد کن، به بدی و پشت کن، خدا رو یاد کن، اصلا نمیفهمی تو، یا میبینی که مشکلات و باد برد. ببین چه پاس خوردهی داره دای جا، نماز و باز کن، با وضو پاسپورت و جی کن، از همین الان تا صبح با خدات راز و نیاز. ببین چه آسونه، بگو خدا این خلقات نمیدونن. ارس دوش میگفت مردم روزه میگیرن که روزی بگیرن و روزی بمیرن و پاداش کارایی که کردن روزی ببینن. این اولین آهنگی بود که من درباره خدا خوندم. موقع میگم کلن اصلا رپر بودم و اوایل داستانمون با خدا بود. دومین آهنگو 4 سال پیش خوندم، فکر کنم سال 99 بود، که میگفتش که آمدم خسته به مهمانیت، از همه کندم که همه فانیان، تشنه خودم روی خودم آب بست، بر سر این سفره مرا آب هست، لب به غذایی نزدم غازیم، هرچه تو نانم بدهی راضیم. و و و و تا رسیدیم به این سومین آهنگه که قراره پخشش کنم و گوشش کنید که درباره خدای. حالا چرا من توی ماه رمضون درباره خدا آهنگ خوندم؟ من یه تایمی، این برمیگرده به اون دوره سیاه که نه، دوره روشن اتفاقا، خیلی دوره‌ای که اون اوایل راه بودم، اوایل مسیر بودم، شابدلزین بودم، توی سیاهی زیاد بودم و از اون سیاهی خودم رو درآورده بودم بیرون و مثلا رسونده بودم به نزدیکای نقطه صفر و نزدیک ماه رمضون بود. تو دلم با خدا مثلا یه عهدی بستم، گفتم که خدایا من این ماه رمضون رو روزهامو کامل میگیرم، نمازامو میخونم و تو مسیر تو میرم و تو راه منو درست کن، هموار کن، کارامو اوکی کن. میدونی یه سیاهی مطلقی خودمو با زور کشیده بودم بیرون و حالا میخواستم که درست کنم همه چیو. آقا ما این عهد رو بستیم با خدا و ببینه که دارم میگم، حالا من تاریخ ها رو زیاد یادم نمیمونه، مثلا شاید با دو سه روز این منور باشه، ولی مثلا فکر کن که اول ماه رمضان شروع کردم روزه گرفتن، یه موتور هوندا 125 ترکیده داغون داشتم که خیلی داغون بود، یعنی نگاش میگرد یارو بغل خیابون اصلا میگفت که اصلا نگاش نمیگرد که بخواد چیز بگه. اون موتوره رو ما سوار شدیم، روزه بودم، رفتم اون موقع تکواندو کار میکردم، یعنی چند سال بود که باشگاه رو ول کرده بودم، ولی سوار موتور شدم، روزه بودم، رفتم سمت باشگاه قدیممون که به استادمون سر بزنم و چای باشگاه رو ببینم. با اون موتوره رفتم و زبون روزه اینطوری بلانه اینا،
موتور جلو در باشگاه پارک کردم و رفتم تو باشگاه استادمون یه ذره صحبت کردیم و بچه‌ها رو دیدم و یه نیم ساعت 40 دقیقه یه ساعت وایسادم و خدافظی کردم. دم اذان بود برگردم بیام خونه. اومدم پایین دیدم موتورم نیست. موتورمو دزدیده بودن موتور رو. رفتم شکایت کردم که آقا مثلا موتور ما رو دزدیدن فلان. فرداش زنگ زدم گفتم موتورت پیدا شده. رفتم دم دادسرا دادگستری کجا میرن نمیدونم چی بودن. رفتم اونجا که کارهای موتور رو بکنم که بگیرمش، یکی از همخدمتیامو یعنی همخدمتی یعنی تو آموزشی با هم بودیم و دیدم یکی از دوستامو گفت چیکار میکنی و الان داری چیکار میکنی فلان. گفتم هیچی بیکارم و موتورمو دزدیده بودم پیدا شده، اومدم موتورمو بگیرم. بعد گفتش که بعد از ظهر بیا مثلا فلانجا پیش ما مثلا ببینم ات اونجا و من یه جا کار میکنم، شرکت مال خودمونه مال بابامونه و فلان اینا، یه سر اونجا ببینم. بعد از ظهرش من مونده و همون روز موتور گرفتم نگرفتم. بعد از ظهرش رفتم پیش اون، گفتش که ما اینجا کار میکنیم، حالا کاره رو یه اشاره کردم قبلا ماشی کاری میکردم اونجا، گفت اینجا کار میکنم اگه دوست داری بیا اینجا شروع کن کار کردم پیش ما. گفتم که اوکی میام. موتورم که پیدا شد فرداش هم صبح زبون روزه میرفتم اونجا سر کار و کارم این شکلی بود که با کف خیابون تابستونم بود، تابستون وسط های تابستون داغ، کارم این شکلی بود که مثلا 8 صبح میرفتم سر کار تا 5 بعد از ظهر پیاده باید تو خیابونا راه میرفتم و یه کارایی میکردم، مثلا یه سری چیزا رو مینوشتم، یه کارای این شکلی. و انقدر گرم بود که مثلا شیلنگایی که تو تو پارک ها وسط بلوارا چمن باش آب میدن و اونو برمیداشتم اینطوری مثلا میریختم رو سرم، کل خودم و لباسام و همه رو خیس میکردم راه میرفتم 10 دقیقه بعد خوش میشدم، اینطوری گرم بود. اما شروع کردیم کار کردن و اولین حقوق دومین حقوق و اینا رو که گرفتم مثلا رفتم دومین حقوقم که گرفتم رفتم باشگاه دوباره ثبت نام کردم ولی بدنسازی. باشگاهمو شروع کردم. سومین حقوقی که گرفتم رفتم دانشگاه. آها دانشگاه رو ول کرده بودم مال تو همون تایم سیاهیه. دوباره رفتم دانشگاه ثبت نام کردم که برم دوباره تو محیط دانشگاه. سه چهار ماه که کار کردم دانشگاه رفتم، دانشگاهمو شروع کردم، ورزشمو شروع کردم، نمیدونم بعد تا بعد از ظهر سر کار بودم، مثلا تا 5 و 6 اونجا سر کار بودم، 5 و 6 به بعد میرفتم. اینا دیگه اضافه است دارم میگم. حالا خلاصه پولامو جمع کردم شروع کردم رفتم تو موزیک، یه ذره اومد جلو. اولین آلبومو دادم و تو اون اولین آلبومه آهنگ خدا رو شکر کن که رپ اونو خوندم. بعد میخوام بهتون در کل بگم که اون وعده‌ای که من با خدا بستم توی اون ماه رمضان من بهش عمل کردم و خدا هم بهش عمل کرد، یعنی نمه نمه همه کارهای منو ردیف کرد. اومدم جلو 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 و همه چیزو اونطوری مهره مهره جلوی من گذاشت، تیکه تیکه جلوی من گذاشت و الان رسیدم به این نقطه‌ای که الان اینجا هم دارم با شما صحبت میکنم. برای همین منم حالا خیلی دینم بهش ادا نکردم ولی مثلا میگم سه تا، یعنی دو تا آهنگ خونده بودم راجبش توی ماه رمضان پخش کردم و این سومیشه که الان خوندم و اینا رو براتون توضیح دادم که بگم که این آهنگ و خوندنش و داستانش از کجا اومده. اون تایم که راجبش دارم حرف میزنم تایم بود که من واقعا خدا رو بغل دستم پا به پام حس میکردم، یعنی تو در گوش من با من حرف زد، یعنی به من، یعنی انگار که هر چیزی که میخواست بشه به من میگفت که برو اوکیه و میرفتم و اوکی بود و منم واقعا خیلی تمیزتر از الان بودم شاید. خلاصه که این آهنگ رو که خوندم رو گوش کنید. امیدوارم که، یعنی خواستم یه پس زمینه راجبش بدم، امیدوارم که حس خوبی بهتون بده. یه آهنگ دلیه، تو همین یوتیوب پخشش میکنم. همین، امیدوارم که حس خوبی بهتون بده و به خدا نزدیکتون کنه. دیگه چی بخوام بهتون بگم؟ دیگه چی بگم؟ سوالی نداری آقای فیلم بردار؟ نداری؟ همین، نزد فکر کنم. در نهایت امیدوارم که موزیک رو دوست داشته باشید و امیدوارم که دلتون رو قلقلک بده یکم، یعنی اگه من چند نفرم این کار رو باشون بکنم شاید اون کاری که باید میکردم رو کردم. دوستدار همیشگیتون
اینجا یه ذره شخصیتم انگار موقع حرف زدن با اینستاگرام فرق می‌کرد، ولی در نهایت این موینه همون موینه، چون ذات آدم ها تغییر نمی‌کنه. حالا خوب یا بعدش رو نمی‌دونم، اینجا این شکلی حرف می‌زنه، اونجا اون شکلی، ولی درونش یکیه. همین، مخلصیم، دمتون گرم، دوستدار همیشگیتون موینه زد. رفیق روزای خوب، رفیق روزای تلخ، به جز تو هیچ مرهمی